ده. به دلیلی که نمیخواد شما اعتبار به خامنه ای بدید، در که ما میدونیم فقط خامنه ایه. شما اطلاعات صحیح به کنگره آمریکا ندادید و خیلی امتیاز دادید به موسوی. کروات سبزتون اونجا چیکار میکرد؟ نشون میده که شما جزء اون جریان هستید. آقای میلانی عباسی میلانی با کروات سبز تو کنگره شد و یه جوان 28 سالگی هم بردن. همه از مارک جنای اون یکی جنای جمهوری اسلامی اصلا صحبتاشون سر تا پای صحبتایی که میکردن بر اساس گزارش همکار ما که اونجا پشت دو ردیف یه ردیف پشت سر آقای میلانی نشسته بودن و تمام جریان به اصطلاح شهادت و سوالای آقای میلانی رو جواب آقای میلانی به کنگره شنیدن به من دادن. و ببینید سرنوشت ما دست چه کسایی است. نمیگم آدمای بی سوادی هستن، بلکه آدمای با مردم نیستن. بابا آقای میلانی، مردم ایران، آقای میلانی حکومت جمهوری اسلامی رو نمیخواند. چرا موضع مردم صحبت نمی کنید؟ چرا جوابها درست نمیدید؟ واضح روشنفکر چیه؟ روشنفکر این گروهی که من خدمتتون عرض کردم، اکبر گنجی، اشکبری، گوگوش، شهره آقداشتو، اصلانپور، اصلانی چی؟ خواننده نازنین دوست عزیز ما فاطمه حقیقتجو، عبدالکریم سروش، یا روشنفکر میبودیه، یا روشنفکر شهرام همایونه، یا روشنفکر سعید سکوئیه، کدوم روشنفکر؟ کدوم مسائل ایران بهتر میبینن؟ کدوم یکی اینا؟ کدوم؟ اینایی که در جمع اعتصاب بودن یا اینایی که من اسم بردم؟ مردم ما ماجرای گیر کردیم که اگه هوشیار نباشیم نابودیم. پوسیم و مملکتمون مردمونم اونجا تا آخر ادوار و پشت سر ادوار در تمام زمانها در همین بدبختی، در همین مکنت، در همین فسادی که اون مملکت هست احمدی نژاد. احمدی نژاد که ملت ایران اکنون فناوری‌های روس هستند. آقا واقعا اینه؟ ما نظر صنعتی تکنولوژی سمبل تمام الگوی تمام کشور دنیا هستی. آقا چی ما تولید می‌کنی؟ دروغ. تو این دست این حکومت عوام فریب میمونیم. من یه بار دیگه اسم این آقایون رو آوردم برای اینکه بدونی که من واقعا ارادت دارم. اون چیزی که من میبینم برای مردمه. نگاه میکنم شجره میبود شاید مثلا توی یک سال باشه دو دقیقه پریش شب برام آقای میبودی دیدم وقت نمی کنم برای که خبراش دارم میشنوم. این رو دارن زحمت میکشن، بعد هزار تا انگ بهشون میزنید، هزار تا بدبختی میبریدشون که بخواد یه تلویزیون داشته باشن، یه چراغ این دوربین این میکروفون روشن باشه که ماهار بعد این سری در واقع مواجهش اینا که خسته شدیم بس که این چهره ها رو تو این 30 سال گذشته دیدیم. روشن فکر واقعی اونی که با توده ها باشه مردم رو روشن کنه. شما هر چی میخواید بگید
آقا شهرام آمیم یه پرچم میفروشه، خاک رو چیکار کنه؟ خب تلویزیونش رو چرخونه، اونم این راه بری کرده که تلویزیونش رو نگه داره، کاری نمیشه کرد. این رو شفه روشن فکرن که واقعا خودشون رو به هر دری میزنن. آمریکایی بودن سالیانه ده بیست هفتش ده میلیون دلار حقوقشون بود. بلکه زندگی دارن دیگه، یک زندگی محقق همه ما داریم. من نظر مالی از همه اینا من موفق تر بودم. چی داشتم آخه؟ چی داشتم که بگم دلدار خیلی موفقه؟ چیزی من نداشتم تازه. که هرچی همیشه باشم توی تلویزیون 24 ساعته. اینا روشن فکرای ما هم. باور کنید. اینقدر تو سر همدیگه نذاریم. اینقدر همدیگه رو پایین نیاریم. من درود میفرستم به چوب این مردمیت مردمی بودنشونه میخورن. و من چون این زجر رو میبینم، میبینم چقدر من به سختی میتونم چراغ این دوربین نگه دارم، این چراغ روشن نگه دارم، میدونم اونا با چه بدبختی این کارو میکنن و مجبورن این همه گوش کناری شما را همه ما تحمل بکنیم. روشن فکر اینها هستن نه اونها. خیلی خوب، من دیگه خبر خیلی زیاد دارم که البته این خبرها رو لابلای برنامه تون دادم. بذارید منم یه ذره استراحت کنم، شما صحبت کنید. خیلی خوب، صحبت شما کنید. این همه زنگ می‌زدید، آقا بود خانم بود، این حیوانکم قچ شد، دلم می‌سوزه اینا که خیلی با... سرو خانم میشه خواهش کنم شما تلفنمون رو بذارید؟ خب همه خطو پره، هست شماره تلفن نیست، فکر شماره تلفن هست که حفظی، همه خطو پره. بذارید که از اینجا شروع کنم. سلام عسکرم قربان. درود بر جناب علی. درود بر جناب علی قربان. امیدوارم که ستاره‌خانه خیلی عصبانی هستی، مثل یه حدود کربلاه، یه چیزی هست. نه همیشه همینجوریه جونم، بگو حالا ارزم رسول که بابا ایران ما میشتازی بچه از اجازه توی من بگره از کرده دون نبه خدمتت که اینا چه جور آدمایی هست. ایرانه که گفتم که این از امیر مقدم یه چیز گذاشتن، یه کرسی گذاشتن توی تو استنفورد که بهش کار داده، چون که اونجا کرسی بذاری با ما کار میدن. حمید مقدم نوچه همین دولت جمهوری اسلامیه، یکی از مردای پولدارترین مردای تو همون اطراف شماست. اسمش رو شنیدم، اسمش رو شنیدم، در ساکرامنتو هستن شنیدم، ولی نمیدونم که با جمهوری اسلامی هستن. چون در اینوستمنت پراپرتی اینوستمنت فاکتور حقوقش یه میلیون دلار بوده، چون که کورپریشن چیه دیگه، اپا چی میگن پابلیک تریدینگ، بری نگاه کنه ایشون میده. بله بله بشور مزایش این برنامه در حال. نه بابا این دوست داره بیار، من این محاکمه اش کنم، من خیلی که دوست دارم محاکمه کنم مردمو. کدوم دکتره رو؟ همون دکتر که اون شب آوردی. آه در دیگه نمیان اونا دیگه نمیان. خیلی خوش بک شب آبیان خونه یه والیو به منه با شما صحبت میکنم یکی اون راحتن شب آبی بابا قربونه دارم من. مرسی عزیزم، خب اینا دکتر عزیز ما میگن اونش. نه این آقای که برای تظاهرات اومدن، من یه شرط بهشون گذاشتم دیگه، شرط من قبول نکنه نمیاد. گفتم باید بیاد تو تلویزیون، من طالب شما وقت دارم. گفتم 24 ساعت تلویزیون من در اختیارتونه، ولی باید بیاد بگید که چرا بگید پرچم نیارید. اگر نیاد بگید، گفتن این جزو گراند اجندای ماست. حالا اصطلاحات حقوقی هم بلدن، گراند اجندا واسه گراند جوری، یعنی مسئله اصلی ماست که پرچم نره. گورو بابا نمیخوام بیاید. خیلی راحت دارم میگم، رو درواسی ندارم. نیاد بگید چرا پرچم نره، نیاد به مردم بگید پرچم نیارید بیارید، من راتون نمیدم توی تلویزیون راحت. از هیچ کم خورده برده ندارم. دکتری دکتر باش، مهندسی مهندس باش، برای خودتی. ما تعارف نداریم، ما توی مبارزه هستی. من که جونم میدم از تو خجالت میکشم که به دیگم نمیخوام بیای. من که پولی از تو نگرفتم که، به چیز فی سبیل الله در راه مردم تلویزیون در اختیار شما گذاشتم. بعد بیا به جلوی مردم واسه اینکه پرچم نیارید.
با قول آمریکایی get out of here. این بود که نه، گفتم دیگه نیاد، گفتم فقط در شرایطی میاد که بگی پرچم آجی، گفتم نمیشه.